ببینید در بحث هوشمندی، در اینجا بحث هوشمندی عامل کنترل، عامل حرکت، مثلا جهان هستی از چی ساخته شده؟ از انرژی. انرژی بعد متراکم شده، ماده رو داره. خود اینها ارتعاش بنیادی داره. ارتعاش بنیادی، این ارتعاش بنیادی رو کی سر و سامان داده؟ یعنی حرکت رو کی جهت داده؟ شعوره، هوشمندی. خب پس بعد هر نوع، هر ارتعاش بنیادی، خب ارتعاش بنیادی اومده کوارک، چند نوع کوارک داریم که بعد از اینجا دیگه میایم به پروتون، نوترون، الکترون، اینها میرسیم. خب این ارتعاش بنیادی به سمت هر کدوم از اینها میاد، یک جور شعور دیگه پایه‌گذاری میشه، یعنی یک ساب دیویژن داره، یک زیر مجموعه پیش میاد. خب یک وقتی مثلا کوارک‌ها یک شعورایی دارن، وقتی میاد به پروتون، نوترون، الکترون میرسه یه شعورای دیگه میشه، وقتی میاد به اتم میرسه یه شعور دیگه میشه، وقتی میاد به مولکول میرسه یه شعورای دیگه میشه. یعنی در واقع خود مسئله شعور اینجا چی میشه؟ یه شعور پایه میاد چیکار میکنه؟ اینجا کوارک ها رو بعد اینها به اصطلاح میان و پروتون، نوترون، الکترون، اینها رو حالا با یک سلسله مراتب طولانی، بعد میرسیم به اتم، بعد میرسیم به مولکول، بعد میرسیم به چیده. خب حالا هر کدوم از اینها یه شعوری دارن. الان در بدن من همین شعورها خوابیده، یعنی هر سلول رو جدا کنیم پسیز کنیم بریم مولکولش، مولکولش یه شعور داره، به دی ان ای برسیم یه شعور دیگه داره، وقتی میریم توی پروتون، نوترون، اینا اونا هر کدوم شعور دارن. مجموعی از این شعور این مرکب رو به اصطلاح تدارک دیده. اما یه چیز دیگه اینجا سواره بر این مجموعه شعوره، این یه چیز داره، ولی اون عاملی که من میگم متغیر و تعیین کننده است، اون چیزیست که این درون الان داره خودش ایجاد تششع میکنه، خودش ایجاد شعور میکنه، خودش ساختار شعوری از خودش ابراز میکنه و بروز میده. این مسئله شعور در شعور در شعور در شعور در شعور بی نهایت طبقه بندی داره. خب بی نهایت این شعور از ارتعاش بنیادی رو ایجاد میکنه و بعد میاد یک بخش زمینه ایجاد میکنه، وقتی به ما میرسه اون عاملی که سوار بر ما هست از این شعور چه بهره برداری میخواد بکنه، خودش یه بازتاب شعوری دیگه.